تا اینکه بردم به من گفت بیا دانشکده و اینا، و من رفتم و باش رفتم تالار مولوی. هرگز یادم نمیره من تئاتر گالیله فرهاد مهندس‌پور رو بر صحنه دیدم. مرضیه وفامهر بازی میکرد، سیاوش ستاری، فرهاد مهندس‌پور. گالیله برشت رو برده بودن روی صحنه، داریوش موفق بازی میکرد، سیاوش. خیلی از بچه‌ها و من، آقای جیرانی، اولین مواجهه جدیم با تئاتر دقیقاً تمام رویاهای کودکیم رو بهم برگردوند. قبلش اصلا نمایشنامه خونده بودی؟ بله بله بله. مثلا نمایشنامه های آقای بیضایی رو میخوندم، میدونین؟ مثلا نمایشنامه آقای رادی رو میخوندم، بعد نمایشنامه های غیر ایرانی اون موقع. تو واقعا اینقدر وفور نعمت نبود. حتما شکسپیر هم خوندی دیگه، شکسپیر و هملت و اینا رو خونده بودی؟ آره دیگه، طبیعتاً اونا رو که مثلا دیگه چیز بودم. آره، ولی اینی که من مثلا دیگه، خب خیلی ادبیات، در واقع ادبیات و نمایشنامه‌های آقای بیضایی رو دوست داشتم، خصوصا که دیگه همزمان شده بود با آن چیزی که از ایشون در سینما می‌دیدم، می‌دونین؟ و این خیلی منو می‌دونستم نشانه ها رو بفهمم، می‌تونه خیلی خب تو سال 4 دبیرستان. آره خلاصه اینجوری شد و بعد من به بابام گفتم می‌خوام برم تئاتر کار کنم. بابام گفت خیلی خسته نباشین اصلاً، و تو مگر اینکه دیپلم بگیری بری دانشگاه یه رشته دیگر، تازه تئاترم نه، بری دانشگاه تا من اجازه بدم تو تئاتر کار کنی. و من تو فاصله فکر کنم یک سال و نیم یه جوری آقای ایرانی شیفته تئاتر شده بودم، چون خیلی دربرگیرنده همه علایقم بود، میدونی؟ و پر از خشم و افسردگی، اندوه، یعنی یه ترکیبی از این دوتا بودم. تئاتر خیلی منو به فریاد وامی داشت. من در سال 71 اولین بار در واقع جذب تئاتر شدم در کلاس آقای سمندری. پسر گفت و پدر گفت رفتی درس خوندی؟ بله، دیپلم گرفتم و خودم رشته زبان انگلیسی. در کدوم دانشگاه کردی؟ دانشگاه آزاد. آها. آره، چون دانشگاه سراسری اون موقع تو باید حتما دیپلم اول می‌داشتی. من می‌دونین کنکورهای دانشگاه تهران، یعنی دانشگاه سراسری رو منظورم، قبول می‌شدم، دیپلم نداشتم، دانشجو نمی‌تونستم ادامه بدم. آره، ولی بعدش دیگه بلافاصله رفتم و نزدیک به 2 سالم دانشگاه آزاد زبان رو رفتم. ولی پام که، یعنی جای پام که محکم شد در تئاتر، به پدرم گفتم خدایا رو نگهدار، من رفتم تئاتر.